روش‌های ایران برای قاچاق نفت از طریق شبکه‌های حمل و نقل مخفی و تحت حمایت شبه نظامیان مسلح و بازوهای منطقه‌اش بر کسی پوشیده نیست. اما اجرای قانونمند و از طریق نهادهای دولت عراق جای تأمل دارد. العربیه نت طی گزارشی با اشاره به اسنادی که توسط یکی از نمایندگان پارلمان عراق در رابطه با تخلفات شرکت دولتی نفت سومو افشا نموده به بررسی این موضوع پرداخته است. اسناد فوق نشان می‌دهد که شرکت سومو در رابطه با ضمانت‌نامه‌های اجرایی شماری از قراردادها با بانک‌های خصوصی عراق همکاری برای تأمین دلار داشته است. این بانک ها متعلق به تاجران ایرانی و یا نفرات مرتبط با رژیم ایران می باشند تا به این صورت بتوانند تحریم های آمریکا را از طریق صادرات مشتقات دور بزنند. بر اساس آمار منتشر شده که در جدول زیر آمده، مجموع مبلغ فراورده های نفتی وارداتی از ایران در سالهای 2010 تا 2017 بالغ بر 21 میلیارد دلار و یا بیشتر می باشد. مجازات های آتی آمریکا علیه نهادهای مالی بغداد. آمار و ارقامی که توسط شرکت FGA فاکس گلوبال انرژی منتشر شده نشان دهنده این است که در صادرات گازوئیل ایران به کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، پاکستان و سوریه جهش فوق‌العاده‌ای داشته که نشان دهنده تلاش رژیم آخوندی برای دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود. برای نمونه صادرات گازوئیل در سه ماهه آخر سال 2019 به 95 هزار بشکه در روز رسیده که 80% بیشتر از صادرات سه ماهه سوم همین سال و 400% بیشتر از سه ماهه اول سال می باشد. روابط تنگاتنگ بانک های خصوصی عراق با رژیم ایران. بانک‌های خصوصی عراق که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم، روابط تنگاتنگی با رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها دارند. 1. بانک همکاری منطقه‌ای. این بانک در مالکیت بازرگانان ایرانی و عراقی می‌باشد و در مجوز رسمی بانک مرکزی عراق نیز به آن اشاره شده است. 2. بانک اتحاد سرمایه‌گذاری. صاحب این بانک فاضل الدباس می باشد که به همراه 3 تن از رهبران شبه نظامی عراقی به دلیل همکاری با رژیم ایران برای دور زدن تحریم ها در 6 دسامبر 2019 در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته است. 3. بانک اسلامی ایلاف. این بانک هم به دلیل همکاری با رژیم ایران برای دور زدن تحریم ها از سال 2012 در معرض تحریم ها قرار دارد. 4. بانک اسلامی البلاد. رئیس هیئت مدیره این بانک اراس حبیب الفیلی می باشد که به دلیل تأمین مالی سپاه پاسداران و انتقال پول به حزب الشیطان لبنان مورد تحریم قرار گرفته است. 5. بانک فدرال عراق. بانک فدرال عراق متعلق به یکی از محافل نزدیک به نوری المالکی است که در سال 2016 از سوی FBI مبلغ 200 هزار دلار آن بلوکه شده است. آیا کنترلی بر بانک مرکزی عراق وجود دارد؟ این گزارش نشان دهنده این است که دولت آمریکا کنترل کاملی بر شبکه مالی و بانک‌های عراقی ندارد. دکتر جاناتان شانزر، معاون رئیس امور تحقیقات در بنیاد دفاع از دموکراسی FDD فاش ساخت، دولت آمریکا قبلاً بانک مرکزی عراق را تحت نظارت قرار داده و کارکرد این بانک مورد پاره‌ای موشکافی هاست، چرا که گزارش‌های مبنی بر دست داشتن بانک مرکزی عراق در قاچاق دلار به صورت نقد به ایران موجود می‌باشد. تحریم‌های آینده علیه نهادهای مالی. پیشنهاد دکتر شانزر اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد یا شرکت‌هایی است که برای رژیم ایران کار می‌کنند و یا آن را نمایندگی می‌کنند. وی در ادامه اظهار داشت اگر ایالات متحده واقعاً به دنبال تضعیف سلطه ایران بر بغداد است، باید شبکه‌های مالی را فرش کند که این امکان را برای تأمین مالی عملیات ایران در منطقه فراهم می‌کند. نبود نظارت فراگیر و دستکاری مقادیر توسط مزدوران عراقی رژیم ایران به منظور دور زدن تحریم‌ها. دکتر صادق الرکابی، پژوهنده و اقتصاددان عراقی در گفتگویی که با العربیه نت انجام داد اظهار داشت
به دلیل نبودن سیستم نظارتی فراگیر که تفاوت بین مقادیر نفت استخراج شده، تولید شده، صادر شده و برای مصرف خانگی را نشان دهد، دست بردن در برنامه‌های بارگیری نفتکش‌ها کار آسانی است. به ویژه با توجه به کمبود قابل توجه کنتورهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری نفت. دکتر الرکابی همچنین می‌گوید پیش از این یکی از شرکت‌های خارجی که در عراق فعالیت می‌کرد تأکید داشت تفاوت‌های بزرگی در ارقام تا حدود 50% هنگام انتقال نفت خام به نفتکش‌ها مشاهده شده است، تا جایی که محموله نفتکش‌ها به دلیل قاچاق نفت ایران به همراه نفت صادراتی عراق تا 2 برابر ظرفیت ثبت شده آن محموله نیز می‌رسد.